بله، امارات اسلامی افغانستان در 100 روز اول حکومت خود دستاوردهای بسیار بزرگ و بارزی داشته است که می توانیم از چند آن یادآوری بکنیم. نخست امنیت است که متای گمگشته کشور و مردم افغانستان در دو دهه اخیر بود و کنون پس برگشت. امروز افغان ها می توانند پس از دو دهه در یک افغانستان آزاد، مستقل و امن زندگی راحت داشته باشند و همچنان با آنکه تا هنوز سیستم ها و ارگان های امنیتی در حال شکلگیری هست، باز هم گراف رویدادهای امنیتی و جنایی تقریبا به صفر رسیده که نه تنها در افغانستان بلکه شاید در منطقه هم بی‌نظیر بوده است و امید است که در آینده های نزدیک وضعیت از این هم خوبتر و بهتر شود. مسئله دوم که از آن باید یادآور شویم، با آنکه هنوز دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط دیپلماتیک افغانستان با جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه و منطقه خوبتر و بهتر شده است. چنانی که شما می دانید اکنون بیش از 10 کشور به فعالیت‌های مستقیم دیپلماتیک خود در افغانستان دوام می‌دهند و در آینده نزدیک کشورهای دیگری به خصوص کشورهای اروپایی هم فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسیشان را در افغانستان اثر می‌گیرند و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک در این مورد پیشرفت‌های عمده دیگری هم داشته باشیم و این فعالیت‌های مستقیم دیپلماتیک که پیش زمینه برای به رسمیت شناخته شدن افغانستان است و یک مقدمه برای آغاز تعامل رسمی با افغانستان است، به یک فعال نیک گرفته می شود و از جمله دستاوردهای بزرگ 100 روز اول حکومت افغانستان است. مسئله مهم دیگری که بتوانیم از آن یاد بکنیم، پیشرفت در پروژه های اقتصادی و عامل منفعه است. ما شما شاهد این بودیم که در گذشته افغانستان با رکود اقتصادی مواجه بوده و از سالها به این سو مردم افغانستان با معضل اقتصادی روبرو بودند، اما امارات اسلامی افغانستان چنانه که در 3 ماه یا 100 روز گذشته مسائل تجاری و اقتصادی را محور و مرکز فعالیت های خود قرار داده، الحمدلله در این راستا هم پیشرفت های زیادی صورت گرفته است. شما در ابتدای سخنان خود از امنیت نسبی در کشور سخن زدین، اما ما در یک هفته در غرب کابل، تنها در غرب کابل پایتخت، شاهد انفجارهایی بودیم که مردم به خاک و خون کشیده شدند و متاسفانه از نگران امنیت خود هستند. در مترهای لنی این انفجارها صورت گرفته. مشکل در کجاست؟ چالش در کجاست؟ چرا این گناه هست؟ بله، در منطقه های محدود از افغانستان رویدادهای انگشت شماری رخ داده، اما چنانی که قبلا یادآور شدیم هنوز ارگان ها و سیستم های امنیتی در حال شکلگیری است. فعالیت اینها در آینده بهتر و بهترتر می شود، اما در این هم شکی نیست که ما و شما بسیار به تازگی از معضل اشغال بیرون برآمدیم. اثرات و پیامدهای شوم آن هنوز باقی است. حلقاتی که در گذشته تحت بیرق یا تحت سیطره اشغال پرورش داده شده بودند، شاید هنوز هم با استفاده از همان امکانات و یا پناهگاه هایی که داشتند بعضی از رویدادهای امنیتی را رخ دادند، اما آنچنانی که آنها میخواستند موفق نشدند و در بسیاری موارد در نطفه خونسا شدند و ما امیدوار هستیم که در آینده بسیار با خوبی از این مسئله هم بیرون برایم و این مشکل هم مهار شود. یکی از خواسته هایی که از جانب سیاسیون و کشورهای جهانی، جامعه جهانی بارها مطرح شده، تشکیل حکومت همشمول است. چرا تاکنون در این مورد توافقی حاصل نشده؟ امارات اسلامی به همه تعهداتی که در پیمان دوحه و همچنان در گفتگوها با سازمانها و کشورهای مختلف داشته کاملا پایبند بوده و در این راستا گامهای خوبی برداشته و تا حد زیادی قناعت جامعه جهانی و همچنان خود افغانها را فراهم نموده. چنانکه که به همه معلوم است از حکومت همشمول تعریفهای زیادی بوده
و یک تعریفی که بر آن همه توافق داشته باشند شاید وجود نداشته، اما امارات اسلامی افغانستان با در نظر داشته منافع ملی خود توانسته است واقعا یک حکومت فراگیر را که در آن شخصیت های لایق و فائق و شخصیت هایی که واقعا سابقه و تجربه خوبی دارند را در کابینه جا دهد. بله، در کابینه در عرصه های سیاسی و امنیتی، یعنی در وزارتخانه های سیاسی و امنیتی فعلا کسانی سرپرستی میکنند که آنها در 20 سال گذشته علیه اشغال مبارزه کردند و مبارزه علیه اشغال را رهبری کردند. آنها بیشتر میتوانستند در شرایط امروزی کشور را مدیریت بکنند، اما در عرصه های فنی و تکنیکی و غیره امارت اسلامی افغانستان کسانی را پیش آورده است و به کسانی وزارتخانه ها را سپرده است که آنها در عرصه های خود نه تنها مهارت و لیاقت داشتند بلکه سابقه خوبی هم داشتند و فکر میکنیم به چنین افراد شایسته در نظام گذشته هرگز فرصت داده نشده بود و داده نمیشد. اگر جهان حاضر شود که پول های مسدود شده افغانستان را آزاد بسازه و همچنین حکومت را بر رسمیت بشناسه، آیا شما حاضر هستین که شروط جامعه جهانی را بپذیرین؟ آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان و همچنان رساندن کمک هایی که از پیش با مردم افغانستان اعلام شده حق اساسی و بنیادی مردم افغانستان است. فکر میکنیم این باید پیش شرط و یا شرط برای آغاز تعامل رسمی و یا برای دیگر خواسته های مشروع و یا نامشروع نبوده باشه. بله، یک حق اساسی و بنیادی مردم افغانستان است. بله، امارت اسلامی افغانستان چنانه که مکررن گفته و تصریح نموده باز هم میگوید و همه تعهداتی که در قبال مسئولیت های ملی و بین المللی داشته و کرده پایبند است و پایبند میماند. خیلی ممنون. در بخش اقتصادی اگر کوتاه بفرمایید، مردم با مشکلات فراوان روبرو هستند، از نرخ بالای بیکاری گرفته و تا سطح بیکاری بالا، برای حل این بحران به نظر شما چه کاری باید انجام شود؟ چنانه که قبلا هم گفتیم فعالیت های دولت امارات اسلامی افغانستان روی مسائل تجاری و اقتصادی تمرکز داشته و در سفرهایی که به کشورهای همسایه و منطقه صورت گرفته و همچنان هیئت هایی که از کشورهای همسایه و منطقه آمده و همچنان در دید و بازدیدها با نمایندگان اتاقهای تجارت و صنایع و دیگر طبقه تجار روی همین مسائل زیاد صحبت شده و الحمدلله ما میبینیم که اکنون دروازه ها بروی افغانستان باز میشود، سلسله صادرات شروع شده و رشد چشمگیری داشته و همچنان راه ها برای انتقال مواد ضروریه به افغانستان باز شده و انشاءالله مواد ضروریه در زمستان به مردم افغانستان به اندازه کافی میرسه. امارت اسلامی افغانستان به تازگی اعلام نموده که معاشات 3 ماهه همه کارمندان ملکی دولت را یک مشت و یک جایی پرداخت میکنه. این همه نشانه های از این است که الحمدلله دولت و مردم افغانستان از معضل اقتصادی انشاءالله بسیار به زودی و به خوبی میبرایند.